الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در کتاب استرار به حجت بودیم و روایت چهارم. در روایت چهارم که روایت شیری نیست، این روایت هم یونس ابن یعقوب میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یک کسی وارد شد و این شخص که از اهل شام بود عرض کرد به حضرت که من کسی هستم که هم کلامیم، هم خلاص اهل فقه، هم اهل فراغز. فرضی کسی رو میگن که تو علوم ارث و تقسیم ارث وارد بود، که فریضه فرائض در اینجا به علومی است که در بحث ارث اینها تسلط داشتن تو تقسیمات ارثی. خودش یه علمی بود، هر کسی به خصوص اون موقع ریاضی خیلی برای همه به این صورتها ساده و تسهیل نشده بود. وقتی میخواستن مخرج مشترک بگیرن، وقتی میخواستن صورت مسئله رو ترسیم کنن، حجاب طبقات رو نسبت به هم ببینن، کدام طبقه میبره، کدام طبقه نمیبره، مخرج مشترک چند میشه، هر کدام چند سهم میبرن، یه بحث خلاصه سختی بود. حالا بسیار تسهیل شده نوع مخرج مشترک گیری ها و محاسبات، اونم با حساب های کامپیوتری که دیگه کافیه که این رو به راحتی تو برنامه داخل کنی و انجام بشه. ولی خب اون موقع یکی از علوم بوده که میگفتن اینا فرضی هن. فرضی یعنی علم فرائض، یعنی همین تقسیم ارث رو میدانستن. حالا فرائض دیگه به معنای واجبات نیست در اینجا، چون فقه رو عام خودش آورده. این شخص میاد خدمت امام صادق علیه السلام، قصد مناظره دارد با اصحاب حضرت. تعبیر شخصم این است که من آمدم مناظره کنم با اصحاب شما، یعنی خود همین نشون میده که از ابتدا نیامده با خود حضرت مناظره بکنه. حضرت هم خب تنها بودش با یونس ابن یعقوب. بعد اونجا به یونس میگه که بالاخره نگاه کن ببین، چون مکه هم بودن، نگاه کن ببین کسی رو پیدا میکنی از یاران کلامی ما. بعد یکی که حالا قصه رو خودشو میخونیم، اینجا هاش دیگه قصه است دیگه تا برسه به خود محمد. میگه که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فورد علی رجل من اهل شام فقال انی رجل صاحب و کلام و فقه و فرائض. من اینا رو بلدم، عالمت به این علوم هستم. و قد جئت لمناظرت اصحابک فقال ابو عبدالله علیه السلام کلامک. اول با خودش حضرت یه احتجاج میکنن که این احتجاج هم خودش دقیقه، دقت میکنی خیلی توش مطلب و معناست. کلامک من کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من اندک. از اول ختمش رو روشن کن، معیار مناظره بر چه اساسی باشه؟ آیا کلام رسول خدا معیار مناظره است یا خلاصه کلام خودت چی رو چون اگه معیار، اگه طرف بگه کلام من، خب معیاری در کار نیست. اگر بگه کلام رسول الله، خب میشه روش احتجاج کرد و میشه روش یه اصل مشترکی پیدا شده که این اصل مشترک قابل مناظره میشه. کلام و کم، این که میگه که من اهل کلامم، صاحب کلامم، کلامت متخذ از کلام رسول الله هست، از احادیث سنت و در حقیقت نبوت هست، اومن اندک یا خودت برداشت کردی و از عقل خودته. فقال من کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من اندی. هم کلام رسول خداست، هم کلام خودمه، یعنی هم خودم استنتاجات خودمه، کلام رسول خدا. فقال ابو عبدالله علیه السلام فانت اذن شریک رسول الله، اگر اینجوریست تو شریک پیغمبری. قال الله، قال فسمعت الوحی سلام علیکم ان الله عز و جل یخبرک، آیا از کلام وحی رو شنیدی که از خدا برای تو وحی فرستادن که میگی کلام هم مال خودمه هم مال رسول خدا؟ قال الله، اونجا دوباره قال، فقال قالت فتجب طاعتک کما تجب طاعت رسول الله، اگر یه چیزی رو گفتی قبول کردن از تو، به پذیرفتن از تو مثل پذیرفتن از رسول خداست، لازمه. خب اینا ببینید، اینا همه مقدماتی است که توی استدلالای بعدی همه چی میشه مفید دیگه. قال الله، فالتفت ابو عبدالله علیه السلام الیه، یونس میگه که حضرت رو کرد به من، فقال یا یونس ابن یعقوب هاذا قد خصم نفسه قبل ان یتکلم. این قبل از اینکه بخواد
با کلام استدلال بکند، با همونی که گفتش که این از جانب خودم و از جانب رسول است، من کلام رسول و من اندی، خودشو محکوم کرد. این دیگه الان جوابی نداره، یعنی اینجا گیر کرد دیگه. این اولین مرتبه این بود که طرف بفهمد که کجا آمده. یه میگن دم اجله گربه رو کش، خلاصه دیگه بعد از این حواسش باشه که اینجا نه، اینجا که اومده فکر نکنه خیلی کسی است. اینجا اولش خلاصه حضرت یه سر نخی نشون داد تا این یه خورده اون پوزش بریزه. وقتی که پوزش ریخ، حالا دیگه کم کم یه خورده مؤدبانه تر حالا گفتگو میکنن. من اندی و من اند رسول الله، حرف خودم و حرف رسول خدا، یعنی انا شریک و رسول الله. این تعبیر خلاصه میگه حواست باشه، اینجا جاییست که تو ذره ها به کار بردن عبارات همه در حقیقت میتونه علیه خودت به کار گرفته بشه. غیر از اون که یه تعلیمی هم بود به او که جایی اومدی که اینا دقیقا از حالا به بعد جای مناظره است، حواستو جمع کن. تو جای مناظره چیزی در حقیقت دملا تله ندی دیگه، دملا تله بدی محکومی دیگه. یعنی این یه هشداری هم بود به طرف که چی باشه؟ با حواس جمع تر. اگر یادتون باشه ابن مقفع به ابن ابوالعجا چی گفت؟ گفت این شخصی که در اینجاست اگر رجلون انسانی باشد، یه کسی انسان ملکی باشد، این است. گفت تو علکی تعریف میکنی، الان من میرم. گفت حالا اگر میخوای نرو، اما اگر میری حواست باشه از کجا میخوای شروع کنی. کلامی که میزنی هر چی که بگی محکومت میکنه، حواست باشه به چیزی تو زود صحبت نکن، بذار او صحبت کنه. تو آغاز به کلام نکن، هر جا وارد بشی محکوم میشی، همون رو علیه خودت به کار میگیره. این در حقیقت ببینید این نظام تهاجمی است. یعنی قبل از اون که طرف بخواد یه پرسش چیزی بکنه، شما رو به دفاع بندازه و بعد تو موضع دفاع مجبور بشید چون شبهه انداختن خیلی ساده است، اما دفاع کردن و جواب دادن خیلی سخته. حضرت تهاجمی برخورد کرد، یعنی روش حضرت تو مناظراتش عمدتاً تهاجمی بوده تا طرف بیفته به موضع دفاع. از جمله اینجاست تا طرف اومد گفت من مناظره میخوام بکنم با اصحاب شما، کلامم صاحب کلام هستم. خب کلامت از کجا عقد شده؟ سوال حضرت میکنه. این اومده مناظره بکنه، این میخواد سوال بکنه، اما حضرت پیش دستی میکنه. چیکار میکنه؟ از همون اولین کلامی که به کار برد که گفت من صاحب کلامم، علم کلام بلدم، گفت کلامت از کجا گرفتی؟ از رسول خدا، و از رسول خدا گفتم و از خودم و من اندی. همینجا محکوم شد با این سه فرازی که حضرت آورد. ثم قال یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمته. تو خلاصه کلام بلد نیستی، به یونس ابن یعقوب که پیش حضرت بود، اگه بلد بودی همین الان تو با این مناظره. یعنی حضرت معلوم میشه که هر کسی کلام بلد بود رو در مناظرها به کار میگرفت، این بلد هیچ نبوده، که خود اینم الان اقرار میکند که قال یونس فیاله ها من حسره. اینم خلاصه بالاخره این که اینجا من بلد نیستم و نمیتونم اینجا مناظره بکنم، اینم حسرتیست برای من که یاد نگرفتم. فقل تو جو تو فداک انی سمعتو که. آدم خلاصه وقتی هم که بلد نیست، معمولا اون علمی رو که بلد نیست نحفیش هم میکنه. اینجا این یونس هم میگه که جو تو فداک انی سمعتو که تنها عن الکلام، شما نهی از کلام کرده بودید. و تقول ویل لاصحاب الکلام، شما خلاصه، یعنی حالا اون آدم جهتی رو که نمیدانه، خب حضرت فرموده، اما برای کی فرموده بود؟ اون کلامی که کلامی باشد که مقدماتش بر اساس موازین سنت و اون احادیث نباشد، چون کلام اساس مقدماتش بر پایه چی هستش؟ مقدمات مطبیعش از سنت اخذ میشه دیگه. تو سنت، اگر سنت نباشد، ملاک اونها نباشد، اون کلام به نتیجه نمیرسد. یا بگیم که نهی از کلامی که شده با توجه به همین روایت و روایت دیگه نشون میده هر کسی، سلام علیکم، هر کسی تحمل کلام رو نداشته، لذا ممکن بود خیلی ها وقتی وارد بشن به انحراف کشیده بشن یا تحملش رو از جهت قدرت عقلیه نداشته باشن. لذا نهی از کلام شده، چون علم شریفی است نه علم اخصی است. یه موقع نهی میشه از یه علمی چون علم اخصی است که میگن بی خودی وقتتون رو تلف نکنید، یه موقع علم شریفی است هر کسی توانش رو ندارد، نهی شده یعنی عموما نهی شده. اما چرا برگزیده ترین افراد حضرت، شاخص ترین شاگردان حضرت، چرا اینها کلام بلد بودن؟ خب به خاطر این میشه که این علم سخت و سنگینی بوده، هر کسی قدرت ورودش رو نداشته. لذا حضرت هم اینجا چیکار میکنه؟ میبینی بهترین شاگرداش رو میاره تو میدون در حقیقت معارضه، یعنی معروف ترین شاگرد
شاگردان حضرت علم کلام رو بلد بودند، معروف ترین هاشون و اینها بودند که به حضرت هم تشویقشون میکرده. پس هر دو احتمال هست. احتمال اول این است که کسانی که وارد کلام میشن اگر درست به کلام اشراف نداشته باشن ممکنه خلط بکنن و این باعث شده نه شده از کلام که هر کسی وارد بشه. دومش این است که این علم سنگین و سختی بوده و هر کسی تحملش رو نداشته، لذا نهی کردن به صورت عموم اما تشویق کردن به صورت چی؟ خاص عده. بله ممکنه کسی هم بگه این علم منهیه، منتها از باب این که دشمنان ما به علم کلام مسلح هستن عده‌ای باید به کلام مسلط باشن تا جواب اونها رو بدن. اینم یک جوابه. هر سه جواب راه دارد، منتها هیچ کدوم نفی دیگری رو نمی کنن. یعنی این گونه نیستش که کلام اصلش منهی باشد. بله حتما یه عده‌ای متکفل باید تو نظام اسلامی باشن تا جوابگوی چی باشن؟ مسائل کلامی باشن. این منافات ندارد که علم کلام خودش هم یه علم شریفی باشد. از اون طرف این علم ممکنه که شریف باشد و هر کسی توانشو نداشته باشد که وارد بشه و مسائلشو یاد بگیره، لذا نهی از این جهت تعلق گرفته به عموم، نه به علم بلکه به عموم مردم تعلق گرفته که دنبال علم کلام نرند، که این حالا هر سه شرط امکان پذیره. دنبال بحث می‌فرماید که و ویلون لاصحاب، شما مگه اینجوری نفرمودید که ویلون لاصحاب الکلام یقولون هاذا، دنبال حرف همون یونسه که یقولون اصحاب کلام میگن یقولون هاذا ینقاد و هاذا لا هاذا ینقاد و هاذا لا ینقاد. این در حقیقت یه امریست که مثل همین تعبیر سلمنا و سلمنا، این رو سلمنا ینقاد یعنی سلمنا، لا ینقاد یعنی لا نسلم این را. در واقع این رو ما تسلیم، بر فرضی که این رو تسلیم بشیم این میشود، بر فرضی که این رو قبول، یعنی فروض مختلفی که میچینن سلمناهایی که میگن فرض سلمناست که هاذا ینقاد و هاذا لا ینقاد، هاذا ینساق، این به نتیجه میرساند، او به نتیجه نمیرساند. که این در واقع یا میگیم که ینساق و لا ینساق یعنی اگر این رو قبول کردی منجر به تسلسل میشود، منجر به دور میشود، ینساق و علت تسلسل، ینساق و علت دور، فمحالون، پس در حقیقت مقدم هم باطل است، چون چی؟ تالی به دور منجر میشد پس در حقیقت مقدم هم باطل است که ینساق و لا ینساق و هاذا لا ینساق و هاذا نعقله و هاذا لا نعقله. این تقریبا تو همین سه کلمه خیلی از علم کلام رو اشکالاتش رو تو اینجا برای اون که مشهور بوده رو نعقله و هاذا لا نعقله، این رو ما میفهمیم و این رو نمیفهمیم، که عقل میشود محور، یعنی عقل و فهم من میشود، لذا در مقابل این است که حدیث محور و باور باشن. نعقله یعنی اینو من میفهمم، اگه نفهمیدم دیگه راهی نه. خب اون که نفهمیدم ملاک همه حقایق که فهم من نیست، این لا نعقله با بطلان مساوی نیست، دقت میکنید؟ بله لا نعقله یعنی من این رو نفهمیدم اما راه علمم بسته نیست، ممکن است صحیح هرچی رو که من نمیفهمم که دلیل بر بطلانش نیست و باطل بودن نیست. این در حقیقت اینها رو به عنوان ضعف‌هایی که نقل شده نسبت به علم کلام این یونس ابن یعقوب ذکر میکنند. فقال ابو عبدالله علیه السلام انما قلت فویل لهم ان ترکوا ما اقول، میگه ما این که گفتیم این خاص است، نه به صورت عام که کلا بگیم ویلون لأهل کلام. گفتیم اگر اینها کلام ما رو، احادیث ما رو، محوریت بیان ما رو اینها در حقیقت رعایت نکردن ویلون لهم، اگر افتادن تو دایره آنچه که فقط خودشون میفهمن و دایره آنچه که در حقیقت چی هستش؟ فهم و شعور و اندازه خودشون هستش، خب اینها به دور و تسلسل منجر میشه و اینها به نتیجه منجر نمیشه. اونی که ما گفتیم مقدمات یقینی است، لذا این بحث است که فویل لهم ان ترکوا ما اقول، منتها این که ان ترکوا ما اقول نه به این معنا که هرچی که ما میگیم، چون از این طرف اینوری افتادن میگن اگر میخواد کلام کسی اهل کلام باشه باید عین کلمات حضرات رو به کار ببره، یعنی اگر حضرات با یه زندیقی یک کلمه ای رو به کار بردن مثلا استدلالی رو، حالا اگر این با یک مسلمانی هم میخواد احتجاج کنه باید همون کلمات این هم به کار بره، غیر از اون نه، از اون استنباط نکنند و چیز دیگری رو که در حقیقت ملازم مناسب اینه به خوبی که معلومه که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله میشه، یعنی یک کلامی رو در مقابل زندیقی به کار بردن، این چون او زندیق بوده باید اینجور از اینجا شروع میکردن،
هیچ منبع مشترکی نبوده، باید از اینجا آغاز میکردن. اما یکی که مسلمه و قبول داره لزوم نداره از اون مرحله شروع کنن، بلکه میان جلوتر جلوتر از مرتبه‌ای که این اسلام رو قبول دارد، پیغمبر رو قبول دارد، قرآن رو قبول دارد، از اینجا آغاز میکنن. یعنی میخوام بگم که این که میفرماید ترک و ما اقول، اونی که ما گفتیم رو، اونی که ما گفتیم نه به ظاهرهی بلکه به محتوا، به مفهومه. لذا همونجا به هشام میگه که تو اینو از کجا گرفتی؟ تو جلسه قبل بود گویا تو از کجا این استدلال آوردی که قلب حاکم میخواد اینجوری اینجوری که استدلال کردی؟ گو آقا اخذ کردم یه مطالبی رو از شما، تعلیفش کردم برای بیان. حضرت هم تحسینش میکنه، میگه این همون است که تو صحف ابراهیم و موسی بوده است. یعنی این تعلیف رو، این در حقیقت تدوین رو تایید میکند که بله کلام رو اصلش رو شنیده و فهمیده، ولی تدوین رو تعلیف کرده، این رو در جای خودش به کار برده. دیگه اینا روشنه، چون این اشکالات اینجوری الا ماشاءالله به این علوم داره میشه دیگه. فویل لهم ان ترکوا ما اقول و ذهبوا الى ما یریدون. اگر محور در، چون محور در کلام چی هستش؟ سنت است و قرآن دیگه. اگر محور رو از اینجا منصرف کنن، این علم کلام دیگه نیست. و ذهبوا الى ما یریدون ثم قال لی. حالا بعد از اینکه این مقدار یه احتجاجی با او کرد، یه احتجاجی با یونس ابن یعقوب کرد، حالا حضرت میفرماید ثم قال لی به یونس، یونس میگه به من اینجور فرمود که اخرج الی الباب فانظر من ترا من المتکلمین. ببین از اصحاب متکلم ما کی رو پیدا میکنی؟ چادر بودن کنار، در حقیقت نزدیک بیت الله بودن، اونجا اتراق کرده بودن و بالاخره عده‌ای از یاران حضرت هم متعارفاً همیشه برای ایام حج می آمدن از شهرهای مختلف. میگه نگاه کن ببین کی رو پیدا میکنی. فانظر من ترا من المتکلمین فادخله. قال فادخلت قمران ابن. معلوم میشه که یاران حضرت هم همون گوشه کنارا دور و برا همونجا بودن، وگرنه بالاخره همین تا سرشو بکنه بیرون و مثلا این ور اون ور نگاه بکنه چند تا نفر رو بلافاصله پیدا نمیکنه. معلوم میشه چادر حضرت محور بوده و اینها هم همون اطراف اتراق داشتن و چادر زده بودن و رفت آمد داشتن. لذا میگه که من نگاه کردم، ادخلت و عمران ابن عین را، اول عمران رو دیدم، واردش کردم و کان یحسن الکلام، مشهور بود که عمران اهل کلام است و کلام رو خوب میداند. و ادخلت الاحول مؤمن طاق رو پیدا کردم و کان یحسن الکلام، این هم از کسانی بود که معروف بود به مناظرات کلامی. همون بود که قبلا هم داشتیم که وقتی که مؤمن طاق داشت یه جایی مناظره میکرد، یه کسی اومد گفتش که مؤمن تو داری مناظره میکنی در حالی که امام مگه نهی نکرد از مناظره و گفتگو؟ گفت تو رو نهی کرد، گفت به منم بگی. خیلی به اون طرف برخورد که اون مگه میشه حضرت یه چیزی به او بگه به این نگفته باشه؟ رفت پیش حضرت، اومد پیش حضرت به قول ما چغلی بکنه که من رفتم به مؤمن طاق اینجوری گفتم و مؤمن طاق اینجوری جواب داد. حضرت فرمود بله درسته، من به تو گفتم چون تو تیاران میتونی پیدا کنی هم فرود نداری، اما مؤمن طاق هم تیاران داره هم فرود داره، میتونه مطلب رو به سرانجام برسونه. حالا اینجا هم همینجور، مؤمن طاق همون احول همون مؤمن طاقه که از بس قوی بود در مناظراتش با ابو حنیفه و تونسته بود به مراتب و کرات ابو حنیفه رو محکوم بکنه. اهل در حقیقت اون زمان مریدان ابو حنیفه به اون میگفتن شیطان طاق. طاق هم یه محله‌ای بود در خلاصه به اصطلاح نمیدونم کوفه بوده به سر مدینه بوده، حالا یادم این محله‌ای بود، اسم محله‌ای بوده. بعد به این میگفتن شیطان طاق، از بس که قوی بود در محکوم کردن ابو حنیفه، خیلی براشون سنگین بود. برای اون همچین افرادی زینت در حقیقت مؤمنین بودن دیگه. مؤمن طاق این کلام، مؤمن احول همون مؤمن طاقه. بعد و کان یحسن و همچنین ادخلت هشام ابن سالم و کان یحسن الکلام. هشام ابن سالم هم اهل کلام بود و کان و ادخلت قیس ابن الماسر و کان اندی. این یونس ابن یعقوب که خودش اهل کلام نبوده، اما میگه من فکر میکردم که اندی پیش من احسن هم کلامن این قیس بود دیگه. اینو از همه، چون در حقیقت کان قد تعلم الکلام من علی ابن الحسین علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام هم این شاگرد امام سجاد هم بوده و کلام رو از حضرت یاد گرفته بود. پیش من به نظرم این سلام علیکم ورحمت الله قیس ابن ماسر از اون ستای دیگه، این یونس میگه افضل بود در کلام. بله؟ یه نفر حضرت نه نگفت برز نگفت ببین خلاصه یک نفر رو. بله حضرت فرمود که بله اخرج الى الباب فانظر من ترا من المتکلمین فادخله. من ترا نه یکی رو، هر کی رو میبینی، درسته؟
هر کدوم من ترا من المتکلمین فادخله، اینا رو داخل بکن. معلوم شه از کلام حضرت استفاده کرده بود که این یکی رو فقط نمیخواد و اینا هم همه افتخارشون بود بیان پیش حضرت دیگه. و حضرت هم خیلی شاگرد پروری داشته، یعنی اینجور نبود که الان این طرف اومده خودش هم تو خیمه است فقط باش مناظره کنه تمام بشه. خب میتونه دو تا کلام دیگه بگه این طرف محکوم بشه، اما شاگرد پروری داشته، یعنی عمدن میگذاشه جلو روی خود حضرت. خیلی سخته جلو روی حضرت یه عده بیان چیکار بکنن، یعنی میخواسته عیب و ایراداشونو برطرف کنه. چند بار تو چند روایت این هست قبلا خوندیم که بعدا اشکالاتشون یکی یکی بهشون میگفت تو اینجوری هستی، تو اینجا تو این روایت هم دارد که همین کارو میکنه حضرت. بله، و کان اندی احسنهم کلاما و کان قد تعلم الکلام من علی ابن الحسین علیه السلام فلما استقر بنا المجلس. خودش هم قاطیه با اینا کردش دیگه. فلما استقر بنا، وقتی که مجلس با وجود همه ما خلاصه تام شد، خلاصه ما و بقیه بودیم اونجا، و کان ابو عبدالله علیه السلام قبل الحج یستقر ایاما فی جبل فی طرف الحرم فی فازته. قبل از اینکه ایام حج بشه حضرت زودتر می آمدن، مستقر می شدن در یه خیمه فازه، خیمه کوچک رو میگن، در خیمه کوچکی نزدیک در یک طرفی از حرم مستقر می شدن، اونجا مدتی بودن. لهو مزروبه فازت لهو مزروبه، یه خیمه کوچکی برایشون زده شده بود. قال فاخرج ابو عبدالله علیه السلام رأسه، اینا که اومدن کنده و حضرت هنوز منتظر کسی است. فاخرج حضرت ابو عبدالله علیه السلام رأسه من فازته، از چادر، از لای چادر سرش آورد بیرون. فاذن هو به بعیر یخب، دید در حقیقت یک شتری داره از دور با سرعت میاد. خبعه یعنی در حقیقت چی هستش؟ این به صورت تند آمدن، ضربون من العدوه، یعنی تند آمدن ضربون. فقال حضرت فرمود هشامون و رب الکعبه، این هشام است حتما، یعنی قسم به خدا که این هشام است. که انهو حضرت به نظر میرسه با این نحو بیان که این داشت با سرعت می آمد و حضرت هم منتظر بود و سرش رو از خیمه بیرون کرده تا برسد، که حضرت او را احضار کرده بوده با مکاشفه و مشاهده. یعنی اینها این رابطه ها بودی ندارد که وقتی که حضرت اینها رو میخواست اینها به سرعت میفهمیدن. از ادنای از خلاص تلامزه حضرت این کار می آمده و می کردن که به موقع به وقت چیکار می کردن؟ کاری رو که داشتن می تونستن افرادی رو که لازم داشتن جوری بکنن که او احساس کنند باید برسه خدمت حضرت. حتی من خلاصه چیزی نیست که اینجا تو بعضی از اولیا بودن وقتی که می رسیدن مثلا بعضی از افراد رو که بودن بلا فاصله چیکار می کردن؟ می فهمیدن که اینا رسیدن و به سرعت در اقل می دونستن که این باید برن سر بزنن. یعنی این یه حالت عادی است که کشف شمی در حقیقت که بوی او رو احساس می کنن یا صدای او رو می شنون صوتی یا در حقیقت جهتی از اون اینا هیچ چیزی ندارد، به ادنا محقق میشه، به رعیت محقق میشه. از نوع بیان که حضرت منتظر بوده و اون هم با سرعت می آمده شاید بشه اینو استفاده کرد که حضرت احضارشون کرده بوده و اونم به سرعت خودشو داشته میرسونده با تمام شوق که با سری دویدن مرکبش داشته می آمده. بله، فقال اونم حضرت با خوشحالی که هشامون و رب الکعبه، قسم به کعبه که در حقیقت این هشام است. قال فزننا، این یونس ابن یعقوب بالاخره معلوم میشه که آدم با صفایی بوده، میگه فزننا ان هشام رجل من ولد عقیل کان شدید المحبه له. این فکر کردم که هشامی هشامی است از فرزندان عقیل که خیلی هم حضرت دوستش داشت اون هشام را و اینجور ابراز محبت کرد که این داره میاد حتما هشام است و سرش رو از این حتما همون هشامه. میگه وقتی که اما وارد شد فورد هشام ابن الحکم، دیدم نه بابا این هشام ابن حکم بود که وارد شد. و هو اولو مختتت لحیتو، تازه این خط سبز ریش و سیبیلش داشت تازه سبز شده بود، تازه سبزی زده بود یه ذره، یعنی تقریبا بله حالا بفرمایید که اونجا 13 سالش به 14 سالش نوجوانی بوده یا مثلا اوان جوانی بوده. و هو اول و مختتت لهیتو و لیس فینا الا من هو، که انه یه خورده هم کسر شنه شده و لیس فینا الا من هو اکبر و سنن من، هیچ که هر کی اینجا بود از او بزرگتر بود، یعنی این کوچکترین فردی بود که حضرت هم اینجور مشتاقش بوده منتظرش بوده. اون خلاصه یعنی اینا کلام خلاصه، یعنی اینا همه
داره خوب صحنه رو ترسیم کرده یونس. این راوی که اینقدر خوب ترسیم میکنه خودش کلی چی هستش، صفا ایجاد میکنه تو مطلب، آدم ترسیم میکنه انگار اونجا قرار گرفته. این همه شرایطی خیلی زیباست، یعنی ترسیم کردن شرایط خیلی از قرائن اینجا چی میشه، محقق میشه، همین با ترسیم درست. الا من هو اکبر سنن من قال فوسع، ایشون که وارد شد فوسع له ابو عبدالله علیه السلام، جا باز کرد حضرت کنار خودش. فوسع له یعنی جای کنار خودش برای او باز کرد، یعنی اونا میمدن میشستن، اینجور نبوده که برای اونا اگه چیزی بوده نگفته باشه. دقت میکنید، اولا اونا رو این وارد کرده، این رو خود حضرت وارد کرده، بعدم وقتی که آمده کنار خودش جا داده. فوسع له ابو عبدالله علیه السلام و قال ناصرنا بقلبه و لسانه و یده، این کسی است که ما رو نصرت میکند با قلبش و زبانش و دستش. خوش به حالش که تعبیر این گونه از امام معصوم علیه السلام، این انتظار امام نسبت به که برسه جا دادن امام، اونم یه نوجوان یا جوان در این حد، و اونم این کلام بعد از اینکه خب آقا مؤمن طاق تو جلسه است، هشام ابن سالم تو جلسه است، خلاصه اون اولی خمران ابن احیان که اینا از اعظم تلامزه و به اصطلاح صحابه حضرت هستن، اینا در عینی که اینا هستن جلوی اونها از هشام ابن حکم اینقدر تعریف میکند، اینقدر. حالا کسی ممکنه بگه چون این بچه بوده میخواسته بچه رو تشویق بکنه، اون احتیاج ممکنم هست کسی این رو بگه، اما فوق این مطلب نشون میده که این جایگاهی داشته، اونم با این که حضرت جای گزاف گفتار گزاف ندارند. میفرماید که ناصر و ناب قلبهی و لسانهی و یده ثم قال یا همران کلم رجل، با او شروع کن، آغاز با همران میشه. فکلمه فزهر علیه همران، وقتی که حالا حیف که راوی نقل نکرده اینها رو، حیف که چی گفت همران و چگونه او رو محکوم کرد و او چه جواب داد، حیف که دیگه اینها نقل نشده، فقط همین دارد که فکلمه همران با او گفتگو کرد، فزهر علیه همران و غلبه کرد. ثم قال یا طاقی، مؤمن طاق یعنی همون احول که دود همون کلم هو، فکلمه فزهر علیه الاحول، اینا ضرب فنی کرده از اون، اولی ضرب فنی کرد، دومی هم ضرب فنی کرد، فظهر علیه الاحول. ثم قال یا هشام ابن سالم کلم هو، هشام ابن سالم ها، این هشام ابن سالمه، کلم هو با او به اصطلاح گلاویز شو و شروع کن. فتعارقا، اینها هی گفتگو کردن عرقشون در آمد، یا فتعارکا یعنی در حقیقت نزاع به خصومت کشید، هیچ کدام دیگری رو نتونستن غلبه بکنن، یا فتفارقا یعنی از هم جدا شدن در حالی که اینها غلبه غالبی در کار نبود. هشام ابن سالم مساوی کرد، خلاصه اون دوتا بله تعارفا را هم همین معنا رو کردن، یعنی به اصطلاح معنی تعارفا را، حالا من اینجا هم تعارفا را نوشتم که نسخه فتعارکا هست، و تعارفا یعنی هر اون به نتیجه نرسیدن رو باز معنا کردن، اون ریشش رو از چی گرفته، همش به همون نتیجه نرسیدن، چه تعارکا باشه چه تعارقا باشه چه تفارقا باشه، همه اینها به همون معناست. اینا مساوی کردن که انه این یار حضرت نتونست غلبه بکنه، چون طرف هم بالاخره قوی بوده، صاحب به اصطلاح کلام بوده، اینجا مساوی شد. بعد داره ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لقیس الماسر، اونجا لقیس الماسر گفتش کلم بو، فکلمه فاقبل ابو عبدالله علیه السلام یزحق من کلامه ما مما، وقتی که داشتن گفتگو میکردن حضرت میخندید به این دوتا، مما قد اصاب اصاب شامی، میدید شامی گیر افتاده، و مما اصاب شامی یعنی نه اصاب یعنی ثواب کلام زد، نه اصاب در حقیقت منهو از او، شامی در حقیقت به او مبتلا شده بود، اصاب من یعنی مبتلا شد او، از اینکه جاهای گیر افتاده و این نمیتونه خودش رو نجات بده، دست و پا میزنه یه جوری در بیاد از مطلب، میگه حضرت خلاصه جلسه یه جوری شده و کلام دیگه خنده‌دار شد، یعنی معلوم بود غلبه. مما قد اصاب قصاب شامی، فقال لشامی، بعد از اینکه این چهار تا صحبت کردن، کلم حاضر غلام، این نوجوانم میخوای باهاش صحبت بکن، با اینم گفتگو بکن. به قبلی ها میگفتش که چی؟
به اونا میگو کلم در حقیقت آغاز شما بکنید. اینجا در حقیقت به شامیه میگه که تو میخوای شروع کن. چرا؟ هم ادبه در این که این نوجوانه، به این بگه شروع کن با او، شاید به طرف بر بخوره، اما به اون میگه تو شروع کن. خب ادب این نوجوانه اولا، ثانیا او در حقیقت بعد از این که 3 تا شکست و یه مساوی داشته، حالا دلش میخواد یه پیروزی به دست بیاره. وقتی میگه این یه نوجوانه، میگه خوب جایگیر افتاد، این دیگه الان لقمه منه. به او گفتش که فقال لشامی کلم هذا الغلام، یعنی هشام ابن الحکم، فقال نعم. خیلی خلاصه با خوشحالی که دیگه اقلن یه دونم زده باشی. خلاصه فقال نعم، فقال لهشام یا غلام، او به هشام حالا گفت، خود اون شامی، فقال شامی لهشام یا غلام سلنی فی امامت هازا. از این نقطه شروع کرد که میدونست دیگه این براش خیلی سخته، امامت این رو در حقیقت سلنی فی امامت هازا، سوال کن من در امامت ها، از در امامت این امامی که شما دارید. میگه وقتی که هشام دید اینجوری با حالت بی ادبی گفت، یه نوجوان ها، این نوجوان اینقدر ولایه، فقط به هشام، یعنی یه جوری گفتش که اولا بریز اینو به هم، یعنی غلام جوان، خب جوان زودتر به هم ریخته میشه دیگه، احساساتی تره، یه جوری سوال کرد که در مورد امامش، که این میدید ادب امام رو نسبت به او چجور رو در حقیقت احترام کرد، و این نوجوان رو میخواست اینو بریزه به هم دیگه. این جوری که گفت، میگه فقط بهش هام حتی تعده، تا این که انگار تمام بدنش به لرزه افتاد که از امامش این گونه حس برده. خوش به حال این نوجوان، چه فهم و شعوری داشته، چقدر خلاصه از امامش اینجوری اسپرده، در جایی که خود امامم حاضره، این در حقیقت اینجور در حقیقت چی شده؟ متأثر شده، به قول آقا جوش آورده، بله جوش آورده. حتی تعده ثم قال للشامی یا هازا عربک انظر لخلقه ام خلقه لانفسهم، مردم خیرخواه ترند به خودشون یا خدا برای مردم خیرخواه تره؟ یا هازا بشه، بله دیگه، بله اینم پاتکشه، بله بله اینم پاتکشه، یا هازا بله بله همون پاتک، یعنی به هازا یه اشاره، این اشاره که میکنم یعنی اس نبردش، این در حقیقت میگه سلنی فی اماد هازا، یعنی تحقیر خواسته بکنه اماد هازا، غیر از امامت مثلا هازر رجله، غیر از امامت مثلا امامت، یا فی امامت اون کسی، یا هازا یعنی این اشاره است به دیگه، یا هازا چه خب اینم بر از همون، یا هازا یعنی تو، یعنی خلاصه تویی که تو هم تازه لیاقت تو هم نداشته، یعنی اینم همون به قول آقا پاتکی که زده یا هازا عربک، آدمای حکیم حرف زدنشون هم حکیمانه است، هر کلامی که به کار میبرن چی هستش؟ مطابق اون شخصیت طرفه. وقتی شخصیت طرف اینجوری، اینم با تعبیر یا هازا عربک انظر لخلقه ام خلقه لانفسهم، کدام خیرخواه ترن؟ مردم خیرخواه تر خودشونه یا خدا خیرخواه تر است برای مردم؟ فقال الشامی بر ربی انظر لخلقه، معلومه که خدا خیرخواه تر است برای مردم. قال ففعل بنظره لهم ماذا، با رحمتش و با نگاه رحمتش بر مردم چی میخواد؟ خیرخواهی بر مردمش چیه؟ ففعل بنظره لهم ماذا، قال فاقام لهم حجه و دلیلا کی لا یتشتتوا او یختلفوا و یتالفهم و یقیم عبدهم و یخبرهم بفرض ربهم، قطعا براشون دلایلی رو واضح روشن قرار میده تا اینها هدایت بشن و به اختلاف مبتلا نشن، پراکنده نشن. یتالفهم، اینها رو جمع میکند کنار هم، که اون یعنی اون حجت و دلیل جمع کند اینها رو کنار هم، و یقیم و اون دلیل عبدهم و یخبرهم، خدای تعالی ایشان را به فرض ربهم، یعنی یا اون دلیل، یخبرهم یعنی اون دلیل، یخبرهم به فرض ربهم، این دلیل بتواند اونها رو به فرض رب و اون واجبات که با داشته باشن برساند. قال فمن هو، اون دلیل کیه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال هشام فبعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از او کیست؟ قال الکتاب و السنه، کتاب و سنت در حقیقت دلیلن، خیلی دلیل خوبه بیان کرده دیگه طرف. قال هشام فهل نفعنا اليوم الكتاب و السنه في رفع الاختلاف عنا، آیا امروز کتاب و سنت برای رفع اختلاف از ما کفایت میکند؟ قال شامی نعم، بله کفایت میکند. قال فلم اختلفت انا و انت و سرت الینا من الشام في مخالفتنا اياك،
پس اینکه تو از اونجا راه افتادی اومدی فهمیدی که عقیده تو با عقیده ما فرق میکنه، هر دو هم به کتاب قائلین، هر دو هم کتاب مدرک اصلیمون هستش، پس چی باعث شده که تو از اونجا پشی بیای بفهمی ما اختلاف داریم، بیای دنبال در حقیقت گفتگو کردن برای رفع اختلاف و حل اختلاف؟ قال فسکت الشامی، ساکت شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام للشامی ما لک لا تتکلم، چرا پس ادامه ندادی جواب نمیدی؟ قال الشامی مات شدم. خلاصه این خلاصه حرفش، این قلتو لم نختلف، هر حرکتی بکنم این چی هستش؟ هر حرکتی بکنم محکومم، سه حرکت جلو روی من هست، اما هر کدومشو قدم بر، چون آدم عاقلی بود، یعنی زود دید که آخه بعضی زود میرن یه داره بعد میرن، نه اونجا، نه این اصلا قبل از اینکه به اونجا برسه فهمید مات شده، این مات شدن رو زود فهمید. میگه که خیلی خیلی خوش جالبه، میگه این قلتو نم لم نختلف، اگه بگم نه ما اختلاف نداریم چون قرآن هست کذب تو، خب دروغ گفتم، اختلاف هست. و این قلتو ان الکتاب و سنه یرفعان ان الاختلاف، اگر بگم کتاب و سنت برمیداره، این هم ابتلتو لانهما یحتملان الوجوه، تو داری از قرآن استفاده میکنی، اینم داره منم دارم از قرآن استفاده میکنم، یحتملان الوجوه شده دیگه. و این قلتو قد اختلفنا، اگر بگم نه اختلاف داریم، و کل واحد منا یدعی الحق فلم ینفعنا اذن الکتاب و سنه، هر کدومش رو انتخاب بکنم محکومه، حرف خودم رو چیکار کردم؟ نقض کردم که کتاب و سنت کفایت میکنن، کتاب و سنت معلومه کفایت نمیکنن، یا اختلاف باقیه، یا اختلاف رو برطرف نکرده و وجوده، یا اینکه در حقیقت چی هستش؟ وجه اولش این است که به اصطلاح دروغ بگم اختلافی نیست، بگم اصلا اختلافی نیست، اینم دروغ، اختلاف که هستش داریم میبینیم الان. بعد میگه که به اصطلاح آدم زرنگی بوده، دست بر نداشته، و این قلت قد اختلفنا و کل واحد منها بله فلم ينفعنا اذن الكتاب والسنه الا ان لي عليه هذه الحجه، من همین دلیل رو علیه خودش به کار میبرم، حالا یه راه در حقیقت فراری خواست پیدا بکنه، حالا من میخوام احتجاج کنم با همین دلیل علیه خود او. فقال ابو عبد الله السلام سله تجده ملیا، ازش بپرس میابی که خوب جواب از پس جوابت برمیاد، یعنی خلاصه حضرت با یک قاطعیتی با یک اطمینانی به این نوجوان، چقدر جالبه که چقدر به او مطمئن بوده، سلو تجد و ملیان، تو سوال کن میبینی که در حقیقت او از پاسخ پرسش های تو به راحتی برمیاد. فقال الشامی یا هازا من انذر للخلق ربهم او انفسهم، همون سوال رو داره برمیگرد از اول. قال هشام فقال هشام ربهم انذر لهم منهم لانفسهم، فقال الشامی فهل اقام لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم عبدهم ويخبرهم بحقهم من باطلهم، قال هشام في وقت رسول الله او الساعه، امروز میگی یا در زمان رسول خدا؟ قال الشامی في وقت رسول الله، رسول الله و ساعت من، الان کی هست در وقت رسول؟ خب معلومه من و تو مشترک میگیم رسول الله، اما الان کی هستش؟ فقال هشام هذا القائد الذي تشد اليه الرحال و یخبرنا به اخبار، هذا القائد الذي یعنی تو شأنت نیست که او رو بفهمی، توش نشستن او رو میبینی، خلاصه بازم داره باهاش چیکار میکنه، داره تنج تو حدت نیست که او رو بفهمی، هذا القائد الذي تشد اليه الرحال و یخبرنا به اخبار السماء والارض وراثتا عن اب انجد، اینها خلاصه سنت خانوادگی چون این است. قال شامی گفت خوب گیرش انداختم، فکیفلی ان اعلم ذلک، چون نبوت خاصه یا امامت خاصه خیلی سخت اثباتش، اونم کسی که ادله ما رو قبول ندارد، یه موقع هستش که یه کسی میگه بابا روایت آمده، روایت اون خوب روایت آمده، اما کسی که روایت ما رو که قبول نداره که، درسته امام صادق هم که روایتی از پیغمبر ما مستقیم پیدا نمیکنیم، اینجوری که بیایم به طرف بگیم که باید به واسطه حضرات معصومین باشه، اینجا میگه خوب گیرش انداختم، میگه فکیفلی من اعلم ذلک، چجوری من اینو بفهمم که این همونیست که تو میگی؟ قال هشام سل و اما بدالک، هرچی میخوای سوال کن ازش، این دیگه بهترین دلیله، کسی که عالم کل است راه سوال برای او با که هر سوالی بکنی باید پاسخ داشته باشه، سلو اما بدالک، هر مشکلی داری سوال کن تا ببینی جوابش هست یا نیست، التماس دار. بعد میفرماید قال شامی قطعت عذری فعلی السؤال، پس بر من است این، اگر اینجور باشد راه منو بستی و من در حقیقت چی هستم اینجا به سلام دیگه جوابی ندارم، فعلی السؤال، پس سوال میکنم،
فقال ابو عبدالله علیه السلام یا شامی، میخوای قبل از اینکه سوال بکنی بگم یه چیزهایی که خودت خلاصه توش بمونی؟ اخبرو که کیف کان سفرک و کیف کان طریقک کان کذا و کذا. یکی یکی شروع کرد همه جزئیات. در حقیقت فاقبل الشامی یقول صدقت اسلمت لله الساعه. حالا تازه ولش نمیکنه حضرت، طرف میگه اسلام آوردم از ساعت. فقال ابو عبدالله علیه السلام بل آمنت بالله از ساعت. اسلام که داشتی، تو مسلمان بودی، الان ایمان. یعنی همینجا هم داره غلطش رو تصحیح میکنه، این دیگه رشده. یعنی این طرف گفت اسلام آوردم که انه قبلا کافر بودم، حضرت تکریمش کرده که نه تو کافر نبودی. این ببینید تو مثلا چقدر زیباست که تو کافر نبودی، تو مسلمان بودی اما الان ایمان آوردی، یه مرتبه عالی تری برات محقق شد. اینم ببینید یه عظمته. یعنی طرف رو وقتی که داره میاد تشریف و تکریمش هم میکنن، یعنی خوشحالی میگن بله الان اسلام آوردی، خب دیگه حالا توبه کن پس هر چی که داشتی، بعد شروع کنی یه نه الان تشریف و تکریم. حالا اینا روش و دعب ارتباط ها که حضرت میفرماید که بله بل آمنت بالله از ساعت ان الاسلام قبل الایمان، و تو مسلمان بودی و علیه بر اسلام یتوارسون و یتناکهون و الایمان علیه یصابون. ایمان سبب قبول است اما اسلام سبب چی هستش؟ ورود به عالم اسلام است و حقن دماست، خونها حفظ می شود، توارث محقق می شود، اما ایمان سبب قبولی است. لذا کسی نماز خونده باشد قبل از ایمان نمازش در حقیقت اعاده ندارد، اما مقبول هست؟ بدون ایمان نماز مقبول نیست، اعاده ندارد، قضا ندارد اما مقبول نیست. مقبول نبودن غیر از قضا داشتنه. دقت میکنید؟ مقبول نبودن یعنی که تکلیف رو انجام داد اما این تکلیف چون با شرایط نبوده، اون شرایطی که شرایط قبولش باشد، قبولش محقق نشده. بین این دوتا متفاوته. لذا حضرت میفرماید که علیه ایمان و علیه یصابون، بر ایمان ثواب داده میشه. ثواب یعنی مقبولیت، یعنی قبول محقق میشه و ثواب بر او اجر دارد و نتیجه محقق میشود. فقال الشامی صدقت فانا الساعه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم و انک وصی الاوصیا. شهادت میدم تو هم وصی اوصیا هستی. بله بله. این ایمان الان نمیتونه نمازهای سابق رو هم به قبول برسونه. در نظام در حقیقت بعضی از اینها مثلا کفر که به ایمان تبدیل بشه، به اسلام تبدیل بشه، یه جب و جب آمده. یعنی این، اما در نظامی که از مرتبه اسلام به اصطلاح ایمان بیان، این در حقیقت محل خلافه که آیا صرف ایمان میتواند این کار رو بکند، تبدیل رو صورت بده. او بحثی که اگر به مقدار این که دنبال جبرانش باشه، چون اونجا جای جبران هست برای ثوابش نه اعادش و قضاش، دقت میکنید؟ برای مقبولیت اگر قدمی بردارد چرا، امکان پذیره، چون اصل عمل انجام شده بوده ولی روح نداشته. ممکنه با این عمل بعدن چی بشه؟ به مقداری که این قدم در اون حال توبهش و حال انابهش باشد، اعمال سابقش هم روح پیدا کنند. منتها اون اعمال روح نداشت، الان ممکنه روح دمیده بشه درش، امکان پذیره. منتها اصل اون که یجب، اون مربوط به اسلامه نه ایمان. الاسلام و یجب یعنی حتی قضا نداره دیگه، چون انجام نداده بوده ولی تکلیف بر عهده‌اش بوده، درسته؟ چون هم کافر هم بر اصول معاقبه، هم بر چی؟ هم بر فروع معاقبه دیگه. یعنی چوب میخوره، چرا اسلام نیاوردی؟ چوب میخوره، چرا احکام اسلام رو انجام ندادی؟ اما به محض اینکه مسلمان میشود یجب و معاقبه، قبلش همه چی میشه؟ پاک میشه و اون معاقبه هایی که نسبت به سابق بوده در رابطه با این مسئله، اونها دیگه مؤاخذه نسبت به هیچ صورت نمیگیرد. بعد میفرماید که ثم التفت. حالا از اینجا حضرت داره اینها رو ارزیابی میکنه، چون حالا دیگه اینم خودی شد، اینم ایمان آورد دیگه، جلو روی این میشه اینها رو ارزیابی. وگرنه خب قاعده این است که جلوی خصم طرف رو نقطه ضعفاشو نشمرد و نقطه قوتاشو نگرد تا اون طرف هم بفهمه. مثل این کسایی میمونن که چی، مربی فوتبالن، خب وقتی میخوان تو بین در حقیقت بازی یاد بدن به چی میگیرن این وقت میگیرن که یاد بدن نقطه های ضعف دشمنشون رو. بله تو والیبال یاد بین دو نیمه تو فوتبال میخوان اینا رو یاد بدن، خب یواشکی میگن جلو روی اون یکی ها که نمیگن که اونم بفهمه که این دستور العمل جدیدشون چیه. اینجا حضرت دیگه این خودی شدن همه. ثم التفت ابو عبدالله علیه السلام الی عمران فقال تجر الکلام علی الاثر و تسی. تو در حقیقت اثر
اثر در حقیقت دو معنا داره. اثر هم میتونه به معنای سنت باشد، یعنی تو کلامت رو بر مبنای آثار رسول خدا و سنت آغاز میکنی و جریان میدی و به نتیجه میرسی. و اثر میتواند پیگیری اون موردی که چون میدونه تو جدل اگر انسان از این شاخه به اون شاخه بپره به نتیجه نمیرسه. تجرل اثر یعنی تو اونجوری که شروع کردی انقدر ادامه میدی تا به نتیجه برسی. تجر الکلام علل اثر یعنی اونی رو که در حقیقت آغاز کردی او رو ادامه میدی. اون خصم تو مجادله تو نمیتون از این شاخه به اون شاخه بپرونه، تو هم حواست پرچه بری دنبال او بری، نه تو در حقیقت میدان داری، نمیذاری هر جا او خواست در حقیقت بره تو مجبور بشی دنبالش بری. هر دو کلام درسته، هر دو معنا صحیحه. تجر الکلام علل اثر و تصیب و پس به نتیجه میرسی. بل تفت الی هشام ابن سالم فقال تورید الاسد ولا تعرفه. میخوای دنبال اون چیزی که شروع کردی بری اما نمیتونی بشناسیش پیش بگیری. این به معنای این من. یا در حقیقت تورید الاسد سنت پیغمبر یا سنت به معنای احادیث رو میخوای اونها رو حاکم کنی اما چی هستش؟ ولا تعرفه، اما نمیشناسی. چون نمیشناسی نمیتونی در حقیقت به نتیجه برسی. لذا این هشام ابن سالم که مساوی هم کردن دیگه، لذا اونو به تساوی رسیدن. بله. بعد دارد که ثم التفت الی الاحول، به مؤمن طاق رجوع کرد. فقال قیاس رواق، تو خیلی در حقیقت قیاساتت قویست. اگر ما اون صحبت اثر رو سنت گرفتیم، قیاس رو در حقیقت رواق بودن و قیاس بودن در مقام اون به صلاح قضایای جدلیه است، قضایای کلامیه است که تو خوب میچینی، قیاسی، چینشت قویه. رواق هم هستی، رواق هیلگریه، یعنی مقدمات خصم رو که تو مجادله به کار میبرن تو میتونی به خوبی از او بگیری در مقابلش به کار ببری. رواق یعنی این قدرت رو داری که مقدمه باطلی رو که خصم به کار برده همون مقدمه باطل رو بگیری و علیهش کار بکنی، با باطل خودش رو بکوبی. این رواق بودنه، یعنی هیلگری. هیلگری منتها تو کلام، هیلگری تو کلام نه دروغ بگی. هیلگری تو کلام یعنی چی؟ هیلگری تو مجادله یعنی مقدمات باطل طرف رو میتونی به راحتی عکس بکنی، علیه خود طرف به کار ببری و این میشه رواق بودن در مجادله. قیاسون رواقون تکسر و باطلن، ببینید اینم بیانشه، تکسر و باطلن به باطله، باطل او رو با یه باطل دیگری چیکار میکنی؟ میشکنی. باطل او رو با یه باطل دیگری از پا در میارید، میشکنید و او رو شکست می تکسر رو باطلن به باطل. الا ان باطلک ازهر، باطل تو اقهر است. ازهر است یعنی قاهر است، نه ازهر است یعنی بطلانش ظاهرتر است. دقت میکنید؟ باطلک ازهر یعنی این غلبه دارد، ظاهر یعنی غالب. دقت میکنید؟ باطل تو غالب است، یعنی می توانی با این باطلی که علیه باطل او به کار گرفتی که از مقدمات خودش بر او غلبه بکنی. ثم یعنی از هشام ابن از خلاصه مؤمن تا هم اینجا تعریف کرده، اما منتها هر کدام ببینید یک نوع تعریفی. بله اینا باطلی که از هر میشه میگم باطلی که تو به نتیجه میرسی روشن‌تر توی که اونم میفهمه باطلی. نه اگر بگیم باطل تو روشن‌تر است، باطل روشن‌تر یعنی که حرف غلط‌تر، اما باطل تو که به کار بردی در غلبه ظاهرتر است. یعنی او یه باطلی رو به کار برد، یک مغالطه ای رو، ولی تو از مغالطه او استفاده کردی، همون مغالطه او رو علیه خودش به کار گرفتی. مغالطه است، نه علیه خودش به کار گرفتی، غلبه میکنه. اگر بگیم باطل تو ازهر است، ازهر است در بطلان، اگر بگیم ازهر است در بطلان که حرفش باطله، غلطه، اما بگیم ازهر است یعنی غالب است. چون ظهور نتیجه حرف اون میشه ازهر بود. نه دیگه، او دیگه یعنی مثل اینمونه که بگی باطل او رو ظاهر کردی، بطلانش رو بگی ظاهر باطل او رو ظاهر کردی بطل. نه میگه باطل تو باطل رو در مقابل باطل او به کار میبری. ببین میگه که تکس رو باطلن به باطله، دو تا حجت هر دو چی هستن؟ هر دو باطلن. اون باطلی رو به کار برد، تو در مقابل او از مقدمات خود او به کار گرفتی که باطل است در مقابل. اگر این رو قبول کردی، این قبول این به این منجر میشود. بعد میبینه خب این منجر شدن مثل این که به دور و تسلسل میکشه، میگه خب این باطل دور و تسلسل. دور و تسلسل باطل بودنشون آشکارتر است، بطلانی است که قبل از اوست. لذا این لازم هر کی که میبینه میبینه خب بله حرف او باطل است، چون این دور به دور و تسلسل منجر میشه. البته قاینی میگم البته کلمه
فزهره در اونجا به کار بود. بله احسن، در اونجا هم زهره اگر به کار برده، بله من دیگه به اون دقت نکردم. بله همران که داره زهره، تاقی فزهره علیه الاحوال، اونم زهره یعنی قلبه کرده. بله ثم التفت الى قیس المقیس الماصر فقال، اینو که خوندیم اومدیم فقال ها تتکلم و اقرب ما تکون من الخبر. من فکر کردم میگه تتکلم داریم خواهد یه صحبت کن، نه تتکلم و اقرب ما تکون من الخبر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابعد ما تکون من. تو کلام صحبت میکنی، تو حرف میزنی، اما هر چی سعی میکنی به کلام پیغمبر خودتو نزدیک بکنی دور میشی ازش. یعنی این خلاصه بالاخره این ضعف دو نفر رو تضعیف کرد حضرت، یکی هشام ابن سالم بود، یکی چی؟ یکی این قیس ماسر بود که تتکلم و اقرب ما تکو من هر چی میخوای نزدیک شی من الخبر ان رسول الله ابعد ما تکونومه، ای داره دورتر ازش میشی، داره یاد میده بهشون ها، نمیخواد بگه اینا بدن، داره در حقیقت اینجا تمرین کلاس بوده، یعنی هم برای اینها یک مناظره بوده هم کلاس بوده، داره عیبهای کارشون رو میگه تا تو مرتبه بعدی مبتلا نشن حل کنن. یعنی اینجا مربی نشسته شاگرد داره درس پس میده توی صحنه عملی، نه توی صحنه در واقع چی ساختگی مجازی نیست، یه صحنه واقعی برده دست اینا رو گرفته کارگاه تشکیل داده، کارگاهش هم نه کارگاه صناعی باشه مصنوعی باشه، بلکه کارگاه حقیقی برده تو اینجا کنار اینا ایستاده، اینها یکی یکی چیکار بکنن، هم عیباشون رو پیدا بکنن، مثل یه مربی است که وایساده وسط میدون کنار شاگرداش داره تو صحنه رزم در واقع اونها رو همونجا تعلیم میده، نه قبلا بشینه تعلیم بده بعد بیان ببینه، نه تو خود صحنه اینا رو داره یاد میده، اینم روش تعلیم و تربیته. و تمز میفرماید تمز و جل حق مال باطل، حق با باطل نه با باطل او، هم خودت نمیتونی حق رو صریح استفاده بکنی. تمزج الحق مع الباطل و قلیل الحق، اما اگر بدونی، فکر میکنی باید حرف زیاد بزنی، اما اگر بدانی که قلیل الحق یکفی از کثیر الباطل، آدم کم بگه اما چی باشه اون کمش؟ حق باشه. بهتر از اینه که هی بخواد مقدمات زیادی رو بچینه درست بکنه، ولی چی باشه این مقدمات زیاد؟ کثیری از باطل رو مجبور بشه کنارش قرار بده. اینم یه روش بسیار عالی که قلی آدم حواسش باشه کم بگه اما فقط از مقدمات حق استفاده بکنه، نه اینکه حالا چون این گیر افتاده و این مقدمات باطل رو هم نمیتونه جواب بده همه اینا رو میذاریم رو گردش داره، نه همین که این کارو کردی حق تو هم چی میشه؟ قاطی با باطل ها شده. قلیل من القلیل الحق یکفی ان کثیر الباطل انت بالاحول، به قیس میگه قیس با تو با احول قفازان حاذقان، شما شاخه به شاخه شدنتون خیلی قوی است. قفاز گفتن بعضی از قفیز میاد، قفیز هم مکیاله، مکیال هم یعنی میزان، یعنی قفازان یعنی اهل منطق و میزانید و قضایای منطقیه خیلی در حقیقت برای شما چی هستش؟ قوی تو اینا واردید، بزا هم قفازید هم حاذقید. حاذق هم که دیگه معلومه دیگه، کسی است که مسلطه به از این شاخه به اون شاخه پریدن، حاذقید در این فن، هم قفازید هم حاذقید. اما در این حال تعریفشون کرده که تو این جهت قوی هستید اما تو جهت استفاده از سنت چیه؟ ضعف داشتن. هر دو رو در حقیقت به خصوص قیس ماسر رو تضعیف کرد. قفازان حاذقان قال یونس فزننتو، باز این یونس دست بر نمیداره خلاص میگه زننتو، الان که نوبت هشام ابن حکم میشه یه چیزی هم به هشام میگه، به هشام هم یه چیزی میگه که خلاصه مثل که کنهو یه دل خوشی نداشته از هشام، نوبت این که میرسه نمیدونم چرا این بنده خدا یه خورده همچین ناآرامی میکنه. قال یونس فزننت والله انه یقول لهشام قریبا مما قال لهما، یه چیزی خلاصه شبیه همین قیس ماسر و مؤمن تا به هشام هم میگه. ثم قال، حضرت فرمود یا هشام لا تکاد تقعو تلوی رجلیک ازا حممت بالارض ترتا مثلک فلیکلم الناس. این خلاصه هرچی اون میخواسته یه چیزی بگه حضرت بالاتر براش میگفته، میگه که لا تکاد تقع و تلویر، میگه هر جا که اوج میگیری و یه جایی اگر طرف تو میخواد اوج بگیره تو رو بیاره پایین هیچگاه با دو پا رو زمین نمیخوری. لا تکاد تقع
تلوی رجلی که ازا هممت بلرز، وقتی که میخوای فرود بیای با یه پا فرود میای که دوباره در حد یه پا حتما بالاست، هیچ موقع تسلیم نمیشی، دو پای تو رو زمین نیامده که دیگه چی شده باشی؟ تسلیم شده باشی. لا تکاد تقعو تلوی رجلی که ازا هممت بلرز، وقتی خودت هم تازه قصد میکنی فرود بیای، نه او تو رو فرود آورده، ازا هممت، وقتی که خودت قصد میکنی بلعرضه که بیای پایین، تازه اون موقع با تمام مراقبت میای، دو پا تو رو زمین نمیگذاری که دیگه واداده باشی، تازه اونجا هم یه پا تو رو زمین میذاری که آماده دوباره اگر رو خواست حجم. خیلی تعبیر زیبایی، خیلی در حقیقت تعریف کرده حضرت، یعنی به زیباترین تعریف از هشام، یعنی تو این روایت سنگ تمام گذاشت خلاص حضرت، مثل که این یونس بن یعقوب رو می‌خواست که خورده حضرت ادب بکنه. ازا هم ترتا، وقتی که در حقیقت می‌خوای فرود بیای، ازا هم در حال پروازی طیارانی بازم میتوانی طیاران مثل و کفل یا کلم ناز، کسی که مانند توه باد با مردم سخن بگه. این فلیو کلم ناس هم نه مردم عمومی، فلیو کلم ناس، ناس یعنی این اهل جدالی که اهل جدلن، اهل کلامن، از اون طرف مثل و که با اینها باید فلیو کلم، فتق زله، اما مغرور نشی، از لغزش هم بترس، فتق زله و شفاعه من ورائها انشاءالله، اگر از زلت پرهیز کردی و حواستو جمع کردی، شفاعت ما هم به دنبال این در حقیقت خواهد آمد، من برای در حقیقت این به اصطلاح تقوای از زلت شفاعت هم خواهد آمد انشاءالله. می‌خواستیم روایت بعدم بخونیم، اونم روایت شیری نیست، اما دیگه همین روایت بالاخره انشاءالله جزو این شاگردان امام صادق علیه السلام باشیم، ما هم شاگردیم دیگه، انشاءالله حضرت اینجوری ازمون تعریف کنه، اینجوری خلاصه تحویلمون بگیره، اینجوری دعامون بکنه، اینجوری سرفرازمون بکنه انشاءالله. انشاءالله خدای تعالی همه ما رو جزو شاگردان امام صادق علیه السلام قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد آمد.